ویزا پیکی عزیز سلام، من هانیه تو این ویدیو اومدم در مورد وسایلی صحبت بکنم که قراره بذاری داخل چمدون و از طریق هواپیما با خودت بیاری استرالیا، نه وسایلی که مثلا بخواد از طریق باربری یا پست بیاد، یعنی وسایل شخصی و دم دستی خودت. خب انتخاب بین این همه وسایلی که داری اینجا خیلی اهمیت داره. با توجه به ایرلاینی که انتخاب میکنی و کلاس پروازید، عموما به ازای هر نفر تا 30 کیلو میتونی جنس با خودتون بیاری. قبل از اینکه وارد این بشیم که خب لیستمون چیه و اقلامش رو بگیم، من یه مورد خیلی مهم رو در مورد چمدون ها بهتون بگم. وزن چمدون رو خیلی بهش دقت بکنید، کیفیتش و اینکه حتما چهارچرخ باشه تا حمل چمدون ها براتون آسون باشه. بریم سراغ لیست. خب اولین مورد میتونه مدارک هویتی باشه. تمام مدارک هویتی خودتون و اعضای خانوادهتون، مثل شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه یا گواهی پایان خدمت، همه رو ترجمه شده داشته باشید. تمام مدارک آکادمیکتون ترجمه شده برای خودتون و اعضای خانواده رو داشته باشید. کارت واکسن بچه‌ها خیلی مهمه، یادتون نره حتما اونا رو داشته باشید. هر سرتیفیکتی که فکر می‌کنید توی استرالیا میتونه به دردتون بخوره و کمکتون بکنه، اونها رو هم ترجمه‌شو داشته باشید. ولی مثلا اسناد خونه، ماشین، زمین، اینایی که خب فقط توی ایران کاربرد داره رو نه لازم نیست داشته باشید. دقت بکنید، ما پیشنهاد می‌کنیم که تمام مدارکتون رو داخل چمدون یا کریانتون بذارید که قراره با خودتون داخل کابین هواپیما ببرید. به خاطر اینکه خدایی نکرده اگر که حالا گم بشه چمدون‌ها، دیگه خب شما دسترسی کاملتون رو به مدارکتون از دست دادید. به جز اون اگر طلا یا دلار نقد همراهتون هست، اونا هم حتما داخل کیفی باشه که می‌خواید ببرید داخل کابین. مورد بعدی مدارک پزشکی هستش. اگر تحت نظر یک متخصص هستید، حتما بهش مراجعه بکنید، ازش بخواید که یک شرح احوالی از شرایط شما، شرایط جسمانی و روانیتون بنویسه که وقتی وارد استرالیا شدین حتما بتونید به پزشک مراجعه بکنین و اون دکتر تمام شرایط شما رو از قبل بدونه. سواق پزشکی هم حتما همراهتون داشته باشید. اگر که داروی خاصی مصرف میکنید، ازش بخواید که حداقل تا 6 ماه برای شما در واقع اون دارو تجویز بکنه و همراه با نسخه اون رو تهیه بکنید داخل چمدونتون داشته باشید. کلا داروهای دیگر هم میتونید با خودتون داشته باشید، به ازای اینکه خب حتما نسخهشو داشته باشید. مگر اینکه مثلا داروهای دم دستی باشه، مثل سرماخوردگی، ضد اسهال، ضد تهوع، پماد سوختگی، اینها رو بدون نسخه اوکی اگه همراهتون داشته باشید. مورد بعدی اسباب بازی بچه‌ها هست. کلا مهاجرت برای بچه‌ها یک پروسه گنگیه. داشتن چیزایی که خب دوستش دارن و بهش تعلق خاطر دارن خیلی کمکشون میکنه برای اینکه راحت‌تر با جای جدید ادابت بشن. در مورد لباس ها اگر بخوام بگم، اولین نکته که میتونم بگم اینه که حتما کیسه های وکیوم تهیه بکنید، لباس ها رو داخلش بذارید تا حجمش حسابی کم بشه. خب اینجوری تعداد چمدون هایی که قراره بیارید به نسبت کاهش پیدا میکنه. حتما در مورد شهری که قراره داخلش ساکن بشین در مورد آب و هواش تحقیق بکنید. مثلا اگر تو شهرهای گرم سیر باشه، خب شاید اصلا احتیاجی نداشته باشید اینقدر لباس گرم همراه خودتون بیارید. آقایون اگر یک دست کت شلوار داشته باشن کافیه براشون. استرالیا کلا کشور فرمالی نیست و مردم خیلی راحت میپوشن. خانم ها هم اگر لباس مجلسی خوبی دارن دو سه تا داشته باشن، چون اینجا یه ذره کوچیکه. در مورد کفش ها بعد بهتون بگم که حتما کف کفشتون تمیز باید باشه و داخل چمدون بذارید. و اگر کفش چرمی خوب دارین، یکی دو دست حتما به خودتون داشته باشید، به خاطر اینکه اینجا یکم گرونه. در مورد موبایل، لپتاپ، کلا وسایل الکترونیکی، اینجا نیاز دارید به یک موبایل و لپتاپ خوب حتما. اگر که دارید که خب هیچی، اگر نه من پیشنهاد میدم که حتما داخل استرالیا تهیه بکنید، به خاطر اینکه گارانتی و وارانتی داره و روی خیلی از ویزاها میتونید حتی به صورت اقساط تهیه بکنیدش. چیز دیگه که احتیاج حتما بهش پیدا میکنید، تبدیل دو شاخه ایران به دو شاخه یا سه شاخه استرالیایی هستش. حتما سعی کنین از داخل ایران حتما دو تا داشته باشین، به خاطر اینکه خب اینجا به راحتی پیدا میشه، ولی روز اول با اون همه سختی و خستگی که رسیدین اینجا شاید جاش نباشه که بخواید دنبالش بگردید و از طرفی هزینه 15 تا 25 دلاری داره براتون. من به شخصه موافق و آوردن وسایل آشپزخونه، نمیدونم قابلمه، ماهیتابه، چند دست بشقاب و سرویس قاشق چنگال اینا نیستم، بخاطر اینکه اینجا همه چیز موجوده با انواع کیفیت ها و قیمت های مناسب. برای همین به نظر من اینا لازم نیست همراهتون باشه. ادویه ها هم توی تمام سوپرهای ایرانی و افغانی داخل استرالیا
کاملا وجود داره و راحت بهش دسترسی خواهید داشت. ولی اگر حالا در نهایت خاصی چیزی همراهتون باشه، دقت بکنید که حتما بسته‌بندی شرکتی داشته باشه، روش لیبل انگلیسی اون چیزی که دارید میارین رو حتما بزنید و حتما درش بسته باشه. روی دانه‌های گیاهی خیلی حساسن همراهتون نباشه و میوه‌ها هم که خب اصلا همراهتون نباشه. اگر چیزی قراره بیارین، من پیشنهاد میکنم که خب زعفرون رو به اندازه اون میزانی که مجاز هستش همراه خودتون داشته باشه، چون اینجا زعفرون یکم گرونه. اگر که یک پتوی مسافرتی کوچیک همراهتون داشته باشین، خب برای توی مسیر خیلی کمکتون میکنه، چون احتمالاً یکی یا دو توقف داری و توقف‌های طولانی خواهد بود، مخصوصاً اگه بچه همراهتون باشه خب حتما لازم میشه. در مورد کرم ضد آفتاب خیلی پرسیده بودین قبلاً، من پیشنهاد میکنم که کرم ضد آفتاب داخل استرالیا تهیه بکنید، با توجه به استانداردهای اینجا هستش و قیمت خیلی مناسبی داره. در کل اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، اگر یک اضافه باری دارید بین 10 تا 20 کیلو، خب من پیشنهاد میدم که با ایرلاینی که ازش بلیتتون رو گرفتید هماهنگ بکنید و اضافه بار رو خریداری بکنید. نه، اگر بیشتر از این مقدار هست، 50 کیلو 100 کیلو اضافه بار دارید، چند روز قبل از اینکه عازم استرالیا بشید بسته‌بندی رو انجام بدید، با یک باربری هماهنگ بکنید، اونها هم بار رو ارسال میکنن. بعد از اینکه رسیدین استرالیا حدود 1 تا 2 هفته وسایلتون هم بهتون میرسه. وسایلی که دارید همراه خودتون میارید حساس باشید. یک لیستی هست از وسایلی که شما به عنوان یک مهاجر نمیتونید داخل استرالیا بیارید با خودتون. مثلا میوه ها، بعضی از وسایل چوبی، شاید یه وقتایی به بعضی از گیتارها گیر بدن و نتونید وارد استرالیا بکنیدشون. من لینک این وسایل رو براتون میذارم، کامل داخل اون لینک نوشته شده که وسایل رو اجازه ندارید همراه خودتون به استرالیا بیارید. شرکت مهاجرتی ویزا پیچ.